محصلین عزیز، السلام علیکم. لکچر 43 هست و در لکچر 43 ما میخواییم که فرمول تایلور و فرمول مکلورن برای تجزیه توابع و شما معرفی کنم. ما میتونیم توابع را با استفاده از سلسله مکلورن و سلسله تایلور تجزیه کنیم. فرمول تایلور ببینیم، اگر تابع fx در مجاورت نقطه x0 معین و n جمع یک مرتبه مشتق پذیر باشد، باز در او صورت ما میتونیم که تابع اف اکس ها بس این سلسله تجزیه کنیم. چگونه تجزیه کنیم؟ در این صورت میتونیم که تابع اف اکس ها این اف اکس ها این رقم تجزیه کنیم، اف اکس سفر جمع اف زبر اکس سفر بر یک فکتوریال جمع اف دو زبر اکس سفر بر ببخشیم ضرب x جمع دو زبر x صفر بر ضرب x منفی x صفر جمع دو زبر x صفر بر دو فاکتوریال ضرب x منفی x صفر مربع جمع نقطه نقطه جمع rn و rn ام طبیعی است که rn ان ما مساوی است با همین مشتق ترتیب انام جمع یک که اکس سفر جمع باز تیتای مربوط اکس سفر منفی اکس منفی اکس سفر اکس منفی اکس سفر برچند بر ان جمع یک فاکتوریال ضرب x منفی x صفر و تاونه n جمع یک. به این شکل توسط این فرمول میتونیم که ما این را تجزیه کنیم. باز در صورتی که در یک حالت خاص اگر x صفر ما صفر باشد، با این فرمول اینی حالت به خود میگیره که چی میشه؟ fx مساوی f صفر جمع اف زبر صفر بر یک فاکتوریال ای صفر میشه ضرب اکس جمع اف دو زبر صفر بر دو فاکتوریال ضرب اکس مربع جمع اف سه زبر صفر بر سه فاکتوریال اکس بتوان سه. اینه به این شکل این سلسله به وجود میاد که این سلسله به نام سلسله مکلورن یاد میکنن. مکلورن یعنی فرمول چی است؟ مکلورن است. این فرمول مکلورن است که با استفاده از این دو تا ما تمام توابع را میتونیم که در مجاورت یک نقطه تجزیه کنیم. مثلا سوال اگر اتر باشه، یعنی به طور مثال بخواییم که کدام توابع را مثلا در نقطه x مساوی در مجاورت نقطه x صفر مساوی و صفر یک ای و توان x را تجزیه کنیم، مساوی به چی میشه؟ دو. میتونیم مثلا ساین x را تجزیه کنیم، مساوی به چی میشه؟ میتونیم مثلا سه کوساین اکس را تجزیه کنیم، مساوی به چی بشه؟ اینا را حتی میتونیم چه کنیم؟ تجزیه کنیم. ببینین در این صورت از این فرمول استفاده میکنیم، از فرمول مکلورن که اینی فرمول است، اینی فرمول است، از این فرمول استفاده میکنیم و به بسیار آسانی میتونیم که این توابع را تجزیه کنیم. من یک تا اینا را تجزیه میکنم. برای اینکه اینا را تجزیه کنم به چه چیزها نیاز دارم؟ خب دقت کنید.
من ضرورت دارم که اف صفر پیدا کنم، مشتق بگیرم، مشتق اول پیدا کنم، مشتق دوم در صفر، مشتق سوم، مشتق نهم، بالاخره اینا رو پیدا کنم. خیلی ما اول میایم چه کار میکنم؟ ببینید این فرمول ما خو اینی است، ببین تکرار نشتهش میکنم، اف اکس مساوی با اف صفر جمع اف زبر صفر بر یک فکتوریال ضرب اکس جمع اف دو زبر مشتق دوم صفر دو فکتوریال اکس مربع جمع سومش نقطه نقطه بیشک تا باین باینشک ادامه داره. خیمه میخواییم که ای و اف اکس مساوی اف اکس مساوی ای و تاوان اکس هم میخواییم که اینی رو به سلسله مکلورن تجزیه کنم. ای رو پیدا کنم و این قسم ادامه بتم. خیبه ای معنا که ای رو خود میفهمم، ای رو خود تابیر میفهمم، پس اف صفر ما که ایک صفر شمی و تاوان صفر ای و تاوان صفر مساوی به یک میشه. از این مشتق میگیرم که ضرورت است، یعنی اف زبر اکس مساوی ای و تاوان اکس از زبرش پس خودش میشه. وقتی که خودش میشه ما اف زبر صفر میتونم پیدا کنم، مساوی میشه ای و تاوان صفر مساوی یک. دیگه دفعه اف دو زبر اکس مشتق دوم از این میگیرم، باز هم ای و تاوان اکس زبرش بود، اینه ای و تاوان اکس که اینمی ای و تاوان اکس بود، از این با زبر یک بار دیگه زبر که مساوی با ای و تاوان اکس خودش میشه و در اینجا اف دو زبر صفر ما باس مساوی و تان صفر مساوی یک میشه. به همین رقم من میفهمم که یعنی پس اف چندمش به همین شکل اف مشتق اول صفر مساوی شد به مشتق دوم صفر مساوی میشه به مشتق سوم صفر مساوی میشه نقطه نقطه مشتق حتی اینوم صفر مساوی میشه به یک. ایره فهمیدیم. اگر من این قیمت ها را در این فرمول بگذارم نشته میکنم که اف اکس مساوی ای و تاوان اکس مساوی قیمتش اف صفر یک ایجا میمونم یک جمع ایرم یک بر یک فکتوریال ضرب اکس، یعنی که اکس بر یک فکتوریال جمع ایام یک بر دو فکتوریال ضرب اکس مربع، یعنی اکس مربع بر دو فکتوریال جمع اکس بتاون سه بر سه فکتوریال جمع اکس بتاون چهار بر چهار فکتوریال به این شکل از این فرمول به سلسله مکلورن من میتونم که ای بتاون اکس چه کنم؟ تجزیه کنم با بسیار آسانی. و به همین شکل میشه که دو میشه. ببینید دو میشه چگونه میتونیم تجزیه کنیم؟ یعنی اف اکس مساوی با ساین اکس این چگونه میتونیم تجزیه کنیم؟ خب واضح است که اف صفر کار داریم، اف صفر ساین صفر صفر، از این مشتق میگیریم اف زبر اکس مساوی مشتق ساین کوساین اکس، از این قیمتش پیدا میکنیم اف زبر صفر مساوی میشه به یک. از این مشتق دوم میگیریم، مشتق دوم که بگیریم منفی ساین اکس، و از این اف دوم صفر پیدا میکنیم اف دوم صفر مساوی میشه به صفر. مشتق سوم میگیریم، مشتق سوم اکس پس مشتقش منفی کوساین اکس، و از این اف سوم صفر پیدا میکنیم منفی یک، و به همین رقم اف چهارم مشتق چهارم اکس میگیریم که منفی مثبت ساین اکس، و از این واضح است که مشتق چهارم در نقطه صفر هم مساوی به چی میشه؟ صفر. و بالاخره پس این حالت برمیگرده دیگه تکرار میشه. حالا ما میتونم که قیمتایش رو بانم. ببینید اف اکس مساوی به چی است؟
مساوی با ساین x و اف صفر صفر جمع ایدی کرد اف زبر ببینی نف زبر یک بار یک فاکتوریال ضرب x یعنی x بار یک فاکتوریال جمع دومش صفر سومش منفی یعنی که منفی x به طاقت 3 بر 3 فاکتوریال چهارمش صفر پنجمش مثبت پنجمش مثبت بالاخره یعنی که x به طاقت 5 بر 5 فاکتوریال منفی x به طاقت 7 بر 7 فاکتوریال این رقم بالاخره با بسیار سادگی چی میشه دریافت شده میتونه که ما میتونیم ساین تجزیه کنیم به این شکل ساین چی کنیم؟ تجزیه به همین شکل کوساین تجزیه میکنم ببینید اف اکس مساوی به کوساین اکس واضح است که اف صفر مساوی به یک اگر من اف زبر اکس پیدا کنم این مساوی میشه منفی ساین اکس واضح است که اف زبر صفر مساوی صفر اگر مشتق دوم اکس پیدا کنم مساوی میشود به منفی کوساین اکس واضح است که اف دو زبر صفر مساوی منفی یک اگر مشتق سوم اکس پیدا کنم مساوی میشه مشتق سومش مشتق کوساین مثبت ساین اکس و واضح است که مشتق سوم صفر صفر میشه اگر مشتق چهارم پیدا کنم چهارم اکس از این باز هم چی میشه کوساین اکس میشه که تکرار میشه کوساین اکس و اف چهارم صفر میفهمید مساوی میشه و یک تکرار میشه قیمت ها را در جاهایش میمونم اینه اف اکس ای بود ساین اکس که من این را تجزیه میکنم این مساوی است اف صفر یک جمع ببخشید کوساین اکس کوساین اکس را تجزیه میکنم کوساین اکس این را تجزیه میکنم مساوی میشد به چند به یک یعنی یک شد جمع جمع ای صفر میشد اف زبر صفر میشد اف دو زبر منفی یک میشه هی میشه منفی اکس مربی بر دو فکتوریال دیگهش جمع اکس به طاقت چهار بر چهار فکتوریال منفی اکس به طاقت شش بر شش فکتوریال جمع به این شکل ادامه پیدا میکنه کوساین هم یعنی به این شکل تجزیه میشه و به همین قسم شما میتونین پولینوم ها را هم تجزیه کنیم اگر در مجاورت غیر صفر x مساوی 1 x مساوی 2 x صفر مساوی 1 x صفر مساوی منفی 1 هر چیز دیگه تجزیه کنید و تا چند حد تجزیه میکنید اگر با پولینوم ها را در برابر x مساوی 0 تجزیه کنید نتیجه پس خود اون پولینوم حاصل میشه محاسبین عزیز شما لکچر 44 را تعقیب کنید تشکر